أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم به خداوند از شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام خدایی که بی اندازه مهربان نهایت باره است. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آنان که میگویند ای پروردگار به درستی ما ایمان آوردیم پس بیامرز برای ما گناهان ما را و نگهدار ما را از عذاب آتش. مدح میکنیم صابران را و راست گویان را و فرمان برداران را و خرج کنندگان را و آمرزش خواهندگان را در آخرهای شب. تفسیر: در رای خداوند جلال شان تکلیف بزرگ را برداشته و فرمان بری او استوار و از معصیت باز میموند. دل و زبان و نیت و معامله آنها راست است. احکام خدا را به کمال تسلیم و انقیاد ادا می کند. ثروت خدا داد را در موقع آن صرف می نماید. بامداد که وقت تمنایت و اجتناب دعاست لیکن بیداری به سهولت میسر نیست بر می خیزد. عفوکنان و تقصیرات خود را از پروردگار خود می خواهند. یعنی غالب حصه شب را در عبادات بسر برده وقت سحر استغفار کنان می گویند خداوند را تقصیری که از ما در عبادت واقع شده به فضل خیش ببخشان. گواهی داد الله ار آینه شان این است که نیست هیچ معبود غیر او. و گواهی داد فرشتگان: فرشته نام مخلوقی است که از راه صدق و حق سرتابی کرده نمیتواند. طوری که تسبیح و تمجید فرشتگان عموما بر توحید و تفریق باری تعالی مشتمل میباشد و خداوندان دانش در حالی که خداوند تدبیر کننده است و عدل نیست هیچ معبود غیر او غالب است و با حکمت. تفسیر: برای ادای انصاف دو امر لازم است. اول این که انصاف کننده چنان اقتدار داشته باشد که از گفته او کسی سر باز زده نتواند. دوم حکیم باشد که به دانایی و حکمت خود هر چیز را سنجیده فیصله صحیح نماید و حکم بی موقع صادر نکند، چون اقتعالا عزیز و حکیم است و بدون شبه عادل مطلق می باشد. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هر آینه دین پسندیده نزد خداوند اسلام است. تفسیر: معنی اصلی اسلام سپردن است. مذهب اسلام را نیز از آن جد اسلام خوانند که مسلمانان خیشتن را به خدای واحد یگانه می سپارند و به حضور او در تسلیم احکامش اقرار می نماید. گویا انقیاد دو تسلیم را اسلام نام. مسلمانی نام دیگر فرمانبری است. انبیا از اول تا آخر هر یک مذهب اسلام را تبلیغ کرده اند و در هر عصر
به مقتضای امان اصل احکام الهی را به قول خود ابلاغ نمودند. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سر تا سر جهان را به صورت جامع‌تر و کامل‌تر به طور عالمگیر و غیر قابل تنسیخ هدایت و اختلاف نکردند. آنانی که داده شده کتاب مگر پس از آن که آمد با ایشان دانش از دوی اسد میان ایشان. تفسیر: اسلام چیز آشکار و روشن است، دلیلی از آن ثابت شده می تواند که موسی و عیسی پیغمبرند و تورات و انجیل کتب آسمانی است. نسبت به آنها دلایل زنده تر و بهترتر موجود است که ثابت می نماید که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا و قرآن کتاب الهی می باشد. و هر کی کافر شود و آیات های خداوند، پس هر آینه خداوند زود حساب گیرنده است. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد. پس اگر خصومت ورزند با تو، پس بگو تابع گردانیده روی خود را برای خدا ورکی پیروی مرا کرد نیست، و بگو برای آنان که داده شده اند کتاب و به ناخوانان آیا اسلام آورده؟ پس اگر اسلام آوردند و تحقیق را یافته اند، و اگر رو گردانیدن پس جز این نیست لازم بر تو پیغام رسانیدن است، و الله بیناست و بندگان. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أرأينا آنانك كافر شدن فآيات هاي خداوند و می کشتن پیغمبران را به ناحق، و می کشتن آنان را که امر می کنند به عدل از مردمان، پس مژده بده و ایشان به عذاب دردناک. این گروه آنانند که ضایع شده عملهایشان در دنیا و آخرت، و نیست ایشان را هیچ مددگاری. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. آیا ندیدی به سوی آنان که داده شدن عیسی از کتاب خواسته می شود به سوی کتاب خدا تا حکم کند میان ایشان، پس رو می گردانند بعضی از ایشان و ایشان اعراض کنندگانند از حق. این بواسطه آن است که ایشان گفتند از گز نمی رسد به ما آتش ای دوزخ مگر روزهای شمرده شده، و فریب داد ایشان را در دیدشان آنچه افترا می کرد. اکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. پس چگونه باشد
آل ایشان، وقتی که جمع کنیم ایشان را در روزی که ایچک نیست در آن و تمام داده شود، هر کسی را آنچی کرده. تفسیر: آنگاه معلوم گردد که در چی تاریکی ها افتاده اند. آنگاه که در محضر مخلوقات اولین و آخرین و در پیش نظر بزرگ آن خیش در محشر رسوا شوند و کیفر اعمال خیش رسند، آنگاه مسئله کفاره به یاد نمی آید. تعلقات نسبتی و عقاید خود ساخته سودی نمی دهد و ایشان ستم کرده نمی شود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بگو بار خدای، ای خداوند سلطنت، می دهی پادشاهی را هر کی را خواهی و باز می گیری پادشاهی را از هر کی خواهی و عزت دهی هر کی را خواهی و خار گردانی هر کی را خواهی و ید توست همه نیکی ار آین تو بر هر چیز توانایی. سیر: بدانید که مالک اصلی همه عزت ها و سلطنت ها خداوند است و در قبضه قدرتی اوست. هر کی را خواهد می بخشد و هر کی را خواهد می ستاند. آیا ممکن نیست عزت و سلطنت پارس و روم از آنان اخذ و به مسلمانان داده شود؟ بلکه وعده می دهم که ضرور داده می شود. یهود و منافقان استهزا می کردند که این مسلمانان تصرف تخت و تاج قیصر و کسرا را خواب می‌بینند و از بیم هجوم قریش پیرامون مدینه خندق می‌کنند. اما هنوز چند سال منقضی نشده بود که خداوند جلال شانه وعده خیش را آشکارا ساخت و چگونگی کلید خزائن روم و فارس را که به پیغمبر خود وعده کرده بود در عصر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میان مسلمانان تقسیم کرد. اصل این است که سلطنت مادی ارزش ندارد. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. می دراری شب را در روز و می دراری روز را در شب و می براری زنده را از مرده و می براری مرده را از زنده و روزی دهی هر کی را خواهی بیشمار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. باید نگیرند مؤمنان کافران را دوستان از غیر مؤمنان، ورکی کند این پس نیست او از دوستی خدا در هیچ چیزی مگر آن که بترسد از کافران ترسیدنی. تفسیر: چون زمان حکمرانی عزت و جاه و هر گونه تحول و تصرف تنها در قدرت خداوند پاک است و مسلمانانی که این امر را به خوبی می دانند شایسته نیست که به دوستی دوستان و اخوت برادری مسلمانان خود اکتفا نورزند، حتما به دشمنان خداوند جلال شانه دوستی و مدارا نماید.
دشمن خدا پیغمبر وی هرگز با مسلمان ها دوست نمی شود. کسی که به چنین خبط گرفتار شد یقینا با محبت و موالات الهی سر و کار ندارد. امیدها و بیمهای فرد مسلمان باید خاص به حضرت ایزد متعال مربوط باشد و بس. و می ترساند شما را خداوند از خود و به سوی خداوند بازگشت است. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بگو اگر پنهان دارید آنچه را در دلهای شماست یا آشکار کنیدش میداند آن را خداوند و میداند آنچه را در آسمان هاست و آنچه را در زمین است و خداوند بر همه چیز تواناست. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. روزی که می یابد هر کس آنچی کرد از نیکی حاضر کرده شده و آنچی کرده از بدی، آرزو می کند کاش می بود میان وی و میان آن بدی مسافه دور. و می ترساند شما را خداوند از خود و خداوند بسیار مهربان است بر بندگان. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله و الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. بگو اگر دوست می دارید خدا را پس پیروی کنید مرا تا دوست دارد شما را خداوند و بیا مرزد به شما گناهان شما را و خداوند آمرزنده و مهربان است. بگو فرمان برید خدا را و پیغمبر را پس اگر رو گردانیدید پس هر آینه خداوند دوست ندارد کافران. این الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. هر آینه خداوند برگزیده آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمیان یعنی زمان خودشان در حالی که اولاد بودند بعضی از بعضی و خداوند شنوا و داناست. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. وقتی که گفت زن عمران ای پروردگار من ار آینه من نظر کردم برای تو آنچی را در شکم من است آزاد کرده شده از همه پس قبول کن از من ار آینه تو توی شنوا و دانا. تفسیر: هننام دختر فانوقاس منکوهی عمران بر طبق رسم آن زمان نظر کرده گفت خدایا اولادی که در بطن من است او را محرور یعنی بنام تو آزاد میکنم و مقصدش آن بود که او را از تمام مشاغل دنیایی از قید نکاح و مانند آن آزاد باشد تا همیشه با خداوند جلالشون رو عبادت و به کلیسا خدمت کند. گفت ای خداوند به کرم خیش نظر مرا انجام ببخش عرض مرا میشنوی و به خلوص نیت من آگاهی. گویا به طرز لطیف دعا کرد که به وی پسر ارزان شود. چی دختر در این گونه خدمات پذیرفته نمی شود.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پس دمی که بساد آن را گفت ای پروردگارم ارماین من آزادم آن را دختر و خداوند داناتر است و آن چیز زاده است و نیست آن پسر مانند این دختر. تفسیر: این کلام خداوند جلال شانه است که در میان حکایت و صورت حمله معترفه نازل شده، یعنی او نمی داند که چی زاده، زیرا مقام و مرتبت این دختر تنها به خداوند جلال شانه معلوم است. پسری را که تمنا داشت کجا و منزلت این دختر بود؟ این دختر فرخنده و مسعود است و در وجود او فرزندی بس عظیم و شان منتوی است. بر آینه من نام نهادم آن را مریم و بر آینه من در پناه آوردم او را به تو و اولادش را از شیطان مردود. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پس قبول کرد آن را پروردگارش و قبول نکو و نما دادش نمای نیک و سپردش به ذکریا. تفسیر: اگرچه دختر بود، مگر خداوند جلال شانه او را از پسر بیشتر مورد قبول